اینجا رادیوی ایراواست. آوای ما را از ایستگاه CHUO موج اف ام ردیف 89.1 و از سایت اینترنتی CHUO.FM میشنوید. ایراواز انگلیش ادیشن will begin at 3:45 today and every Sunday on this station. ای ایران، ای مرز برگر، ای خاک سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای منان، جان من فدای خاک باک میهنم، مهر تو چون شد بیشم، ایران ما. شنوندگان گرامی، با درود بر شما، نرگس هستم و برنامه این هفته رادیوی ایراوا 21 خرداد 1391 برابر با 10 ژوئن 2012 رو تقدیم حضورتون میکنم. روز 22 خرداد سال 1388 مردم شهرهای مختلف ایران در اعتراض به نتیجه انتخابات رژیم به خیابانها آمده و خیلی سریع این اعتراض به قیامی علیه تمامیت حکومت تبدیل شد. در جریان این قیام چندین هزار تن یا هدف گلوله‌های ماموران حکومتی قرار گرفتند یا دستگیر و روانه زندان شدند. ندا آقا سلطان، یکی از شهدای قیام 88، متولد 3 بهمن سال 1361، در روز 30 خرداد 88 در خیابان امیرآباد تهران هدف گلوله یکی از پاسداران قرار گرفت و با چشمانی باز کشته شد. پخش فیلم نحوه کشته شدن ندا جهان را از آنچه در آن روزها در ایران می‌گذشت آگاه ساخت. در روز 27 خرداد سال 1382 مقر شورای ملی مقاومت در فرانسه توسط پلیس این کشور مورد هجوم قرار گرفت. در جریان معامله 8 میلیارد دلاری دولت ژاک شیراک و رژیم ایران که خبر آن از طریق یکی از خبرگزاری‌های بین‌المللی افشا شد، 1300 پلیس فرانسوی به مقر شورای ملی مقاومت در شهر اوبرسورواز فرانسه و همچنین خانه‌های اعضای شورا در اطراف پاریس یورش برده و مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده این ائتلاف و صدها تن از کادرها، اعضا و مسئولان آن را بازداشت کردند. بیش از 16 تن از ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی دست به خودسوزی زدند و 2 تن از آنان به نامهای صدیقه مجاوری ساکن اروپا و ندا حسنی شهروند کانادایی اتاوا جان خود را از دست دادند. صدها ایرانی دیگر نیز در فرانسه و دیگر کشورها از جمله در کانادا در شهر اتاوا در اعتراض به این عمل اقدام به اعتصاب قضای خوش کردند. سرانجام قضایی فرانسه حکم آزادی مریم رجوی را پس از 17 روز از زندان صادر نمود. مهمان امروز ایراوا آقای وحید ملک، مسئول رادیو ایران زمین در استکهلم میباشد که پس از بخش خبر با ایشان خواهیم بود. اینک نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته. مذاکرات اتمی وین نیز به نتیجه ای نرسید. به نقل از خبرگزاری العربیه، در پایان مذاکرات رژیم ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نماینده این آژانس در گفتگوها از حصول نتیجه ابراز ناامیدی کرد. هرمان ناکارتس، سرپرست بازرسان این آژانس، به خبرنگاران گفت مذاکرات بی نتیجه و ناامید کننده بوده است. ایران حرفهای تکراری می زند و مسائل از قبل مطرح شده را پیش می کشد، حالان که قرار بود در این نشست امور نهایی مورد بحث و بررسی قرار گیرند. لذا ما در گفتگوهایمان به بن‌بست رسیدیم. به نقل از العربیه، مذاکرات 8 ساعته ی روز جمعه 8 ژوئن 2012 در وین که مقدمه جدید برای گفتگوهای جدید بین رژیم ایران و کشورهای 5+1 در مسکو می باشد، بدون تعیین تاریخ جدیدی برای اثرگیری مجدد پایان یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این اعلام کرده بود که به مواردی مشکوک در مرکز صنایع نظامی پارچین در شرق تهران برخورد کرده و علائم به دست آمده حکایت از آثار آزمایش‌های اتمی بر روی مواد اورانیوم غنی شده دارند و این غنی‌سازی به میزان حدود 28% انجام شده است. در روزهای اخیر نیز با توجه به تصاویر ماهواره‌ای گفته شده که رژیم ایران به عملیات تخریب و پاکسازی در مرکز
پارچین پرداخته است. بر همین اساس آژانس از تهران خواست که اجازه دهد بازرسان این سازمان بین المللی از درون پایگاه پارچین دیدن کنند، اما مقامات ایرانی صلاحیت آژانس را زیر سوال برده و آن را به انجام اعمال جاسوسی به نفع غرب متهم کردند و با اعلام اینکه پارچین یک منطقه نظامی است، گزارش‌های مربوط به این سایت اتمی را جعلی و غیر قابل قبول دانستند. مردم تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به راهپیمایی زدند. روز 15 خرداد جمعی از شهروندان تبریز به مناسبت روز جهانی محیط زیست نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض کردند. در این راهپیمایی که از پارک الگلی آغاز و به سمت غرب شهر ادامه یافت، صدها تن حضور داشتند. معترضان شعار می‌دادند دریاچه ارومیه بی آب است، آذربایجان سکوت کند، بازنده است. همچنین در این تجمع تصاویری از بازداشت شدگان اعتراض روز 1 خرداد ماه سال جاری نیز در دست برخی از تجمع کنندگان به چشم می‌خورد. بنا به گزارش سایت جنگ خبر، روز پنجشنبه 18 خرداد ماه حدود 50 نفر از معلمان اخراجی سنندج در مقابل استانداری رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند. معلمان معترض که خواستار دریافت سنوات و مابتفاوت سالهای گذشته هستند، اعلام کردند به علت عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم به خواستهایشان در روزهای آینده با تعداد نفرات بیشتری خیابان استانداری شهر سنندج را مسدود خواهند نمود. سایت جنگ خبر می‌افزاید تعداد معلمان اخراجی در استان کردستان 2000 نفر برآورد می شود که عمدتاً مربوط به پاکسازی های دوران پس از به قدرت رسیدن رژیم اسلامی می باشد. به نقل از منابع خبری مقاومت ایران، 21 خرداد طی هفته گذشته جوانان شهر دزفول تمامی پلاکاردها، بنرها و تابلوها در مراکز بسیج این شهر را آتش زدند. آنها همچنین بنرها و پلاکاردها را که برای تبلیغ حکومت آخوندها بر دیوارهای مساجد این شهر از جمله مسجد کلانتریان، مسجد شیخ سلیمان، مسجد کجبافان، مسجد شیدانه امام رضا و مسجد آستانه علی مالک نصب شده بود را آتش زدند. به نقل از روزنامه حکومتی کیهان، عدم پرداخت حق و حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت قشم دلیل تجمع این کارگران در مقابل درب ورودی ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم شد. این کارگران از آغاز سال جاری تا کنون حق و حقوق خود را به طور کامل دریافت نکردند. در خبر دیگر و به نقل از خبرگزاری حکومتی ایلنا، 50 تن از کارگران فضای سبز شهرداری اهواز در اعتراض به دریافت نکردن 3 ماه حقوق دست از کار کشیده و در مقابل معاونت خدمات شهرداری اهواز تجمع کردند. علت عدم پرداخت حقوق کارگران فضای سبز مسدود شدن حساب بانکی شهرداری عنوان شده است. لازم به ذکر است که این کارگران در اعتراض به عدم دریافت 3 ماه حقوق معوقه و اضافه کاری خود به مدت 4 روز متوالی است که دست از کار کشیدند. روز شنبه 20 خرداد بیش از 120 تن از کارگران کارخانه کیوان همدان در اعتراض به عدم دریافت 3 ماه حقوق در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند. کارگران با در دست داشتن پلاکاردهای خواستار حل مشکلات توسط مسئولان استان شدند. به نقل از سایت سازمان مجاهدین خلق، به گفته آخوندی به نام نجف‌زاده از گردانندگان امر به معروف و نهی از منکر سمنان، در 1 گذشته جوانان سمنانی 23 بسیجی و آخوند را کتک زدند. نجف‌زاده در جلسه گفته است که نیروهای نظامی و اطلاعاتی تاکنون نتوانستند جلوی این جوانان را بگیرند. به نقل از خبرگزاری حکومتی مهر، 2 زندانی قرار است صبح دوشنبه 22 خرداد در ملأ عام اعدام شوند. اتهام این دو قتل 3 نفر و زخمی کردن 7 نفر در پیست موتورسواری فرودگاه آبپخش بوشهر عنوان شده است. از سوی دیگر فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران خبر داد که روز چهارشنبه 17 خرداد ماه گروه دیگری از زندانیان زندان قزل‌حصار کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران خاطرنشان کرد که سهمیه اعدام‌های هفتگی به دلیل سالمرگ خمینی، دستور دهنده قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، چند روز به تعویق افتاده بود. به نقل از این منبع، علی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم سیاست اعدام‌های گروهی و در ملأ عام را تعیین می‌کند و صادق لاریجانی آنها را مورد تایید قرار داده و به اجرا در می‌آورد. هدف از این اعدام‌ها ایجاد فضای رو به وحشت در جامعه است. یک زندانی سیاسی دیگر در زندان گوهردشت جان باخت. آقای سید محمد مهدی زالیه نقشبندیان از زندانیان کرد که بیش از 20 سال از عمر خود را در زندان‌های رژیم سپری کرده بود و با بیماری‌های صعب العلاج مبارزه می‌کرد، بر اثر جلوگیری از درمان و مداوا در زندان گوهردشت کرج جان باخت. وی از زندان ارومیه به گوهردشت منتقل شده بود. روز 18 خرداد خانواده آقای زالیه پیکرش را تحویل گرفته و مراسمی در سنندج برگزار کردند. مهدی زالیه با وجودی که از ناراحتی شدید ریه به دلیل
مسمومیت شیمیایی رنج می برد و از یک سال پیش نیم وضع جسمیش رو به وخامت گراییده بود، هیچگاه با درمان مناسب و کافی برای وی موافقت نشد. گفتنیست محمد مهدی زالیه که مجروح شیمیایی جنگ ایران عراق نیز بود، در بهار سال 1371 به اتهام ارتباط با احزاب مخالف نظام بازداشت و 24 ماه که اکثر آن را در سلول‌های انفرادی بود در اداره اطلاعات مهابات سپری کرد. و سپس به زندان ارومیه منتقل و سال 1373 از سوی قاضی جلیل‌زاده به اعدام محکوم شد. حبس محمد زالیه در سال 1381 از اعدام به ابد تقلیل پیدا کرده بود. به نقل از دانشجو نیوز، 19 خرداد زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد که در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه زندانی می باشد با خونریزی داخلی و عفونت روده مواجه است، ولی مسئولین زندان و دادستانی این شهر از درمان مناسب وی و انتقال او به بیمارستان خودداری می کنند. گفته می شود که خونریزی داخلی وی به دلیل ضرب و شتم او در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر کرمانشاه که به بازداشت میدان نفت مشهور است حادث شده است. زینب جلالیان طی مدت بازداشت از اختلال در بینایی رنج می‌برده که از سال 86 بدون درمان جدی ادامه داشته است. زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد متولد سال 61 و ساکن شهر ماکو در اسفند ماه سال 86 توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. خانم جلالیان در دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد که این حکم زمستان سال 88 توسط دیوان عالی رژیم تایید شد و بر اثر درخواست‌های وکیل وی در آبان ماه سال 90 مورد عفو خامنه‌ای قرار گرفت و حکم اعدام به حبس ابد تقلیل یافت. در خبر دیگر و به نقل از کمیته گزارشگران حقوق بشر، وضعیت جسمانی فرح واضحان در زندان اوین نامناسب است. وی از بیماری سرطان رحم رنج می‌برد. فرح واضحان پیش از این با تشخیص پزشک معالج زندان و پزشکی قانونی فاقد توانایی تحمل حبس تشخیص داده شد. به گفته برخی از همبندان وی، اوضاع جسمانی او وخیم بوده و نیاز به رسیدگی فوری پزشکی دارد. خانم واضحان از بازداشت شدگان روز عاشورای 88 می‌باشد که به همراه همسر و فرزندانش به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد. وی در دادگاه به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شد که این حکم با اعتراض وی در دیوان عالی رژیم شکسته شده و او مجدداً مورد محاکمه قرار گرفت. در نهایت دادگاه وی را به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم کرد. گفتنی است که خانم بازهان از بستگان ساکنین اشرف می باشد. و آخرین رویداد، طوفان خواننده خدای آسمان‌ها درگذشت. طوفان هلعتایی خواننده پاپ ایرانی ساکن لس آنجلس به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. این خواننده و آهنگساز اهل آستارا فعالیت‌های هنری خود را در ایران با نوازندگی آغاز کرد و سپس به خوانندگی روی آورد و آثار مبتکرانه‌ای به بازار ارائه داد. او با گروه ناصر چشم‌آذر کار می‌کرد و از معروف‌ترین ترانه‌های وی خدای آسمان‌ها می‌باشد. طوفان پس از انقلاب 57 به آمریکا مهاجرت کرد و آلبوم‌های گوناگونی به بازار ارائه داد. گروهی از خوانندگان مطرح پاپ ایرانی در روز 31 می در لس آنجلس برای همیاری و بزرگداشت طوفان مراسم کنسرتی در حضور وی برگزار کردند. این بود نگاهی به مهم‌ترین رویدادها یه هفته. جهت ارسال انتقادات، پیشنهادات و نظرات خود با ایمیل رادیو ایراوا @yahoo.com، شماره تلفن 1-206-203-0313 و یا از طریق صفحه فیسبوک ایراوا با ما در تماس باشید. برای دسترسی به آرشیو ایراوا نیز لطفاً به وبسایت رادیو ایراوا.com و یا مردم‌تیوی.com مراجعه بفرمایید.
that temperature is rising, which means festival season is about to begin. The TD Ottawa Jazz Festival 2012 kicks off on June 21st, bringing some of the best acts in jazz, blues, and bluegrass to Ottawa for 11 days of mind-blowing music. The Great Canadian Jazz Series celebrates our own, opening every night of the Concert Under the Stars in Confederation Park. Again this year, they've got the Improv Invitational, the Studio Series, the Late Night Jams, the OLG Tent, and more. This isn't your grandma's Jazz Fest. Get all the details at OttawaJazzFestival.com. شنوندگان گرامی، یک بار دیگه خدمتتون سلام عرض می‌کنم. به رادیو ایراوا خیلی خوش آمدید و در قسمت مصاحبه‌های رادیو ایراوا امروز با مسئول رادیوی ایران زمین در شهر استکهلم در سوئد خواهیم بود تا چند لحظه دیگه. من تصمیم گرفتم با مسئول این رادیو صحبت کنم. این رادیو در اروپا شناخته شده هست و دلیل این مصاحبه هم معرفی و آشنایی حداقل اهالی اتاوا با آقای وحید ملک و رادیو ایران زمین هست که توجهتون رو به این مصاحبه جلب میکنم. آقای ملک سلام میکنم خدمتتون و ازتون تشکر میکنم که درخواست من رو برای این گفتگو قبول کردید. از رادیو ایران زمین به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم خانم غفاری، من میباشد شما تشکر بکنم به خاطر همه زحماتی که میکشید و از دعوتی که به عمل آوردید. خواهش میکنم. هموطنان و کسانی که با رادیو ایران زمین آشنا هستن حتما صدای شما رو شناختن، ولی برای کسانی که نمیشناسن لطفا بگید که شما چه مسئولیتی رو در ایران زمین به عهده دارید؟ بله، مسئولیت رادیو ایران زمین خب در تمامیتش با خود من هستش، منتها رادیو ایران زمین در واقع در دو کمیته مختلف تشکیل شده. یک کمیتهش در واقع به تهیه برنامه و کاری که خلاصه در رابطه با اجرای برنامه و تهیه برنامه هست برمیگرده، و یک کمیته هم کمیته مالی هستش که چند تن از دوستان در اون کمیته عضو هستن. ولی خب به هر صورت شیوه کار ما شیوه در واقع کار جمعی هستش که از قدیم الایام در کار با این مقاومت باش آشنا شدیم و به خوبی هم پیش میره. بچه ها تا جایی که من میدونم راضی هستم و خود منم راستش بخواین خیلی راضی هستم. همه اونجا که دستشون برمیاد تو این رابطه کار میکنن. حالا من سوالای خودم رو مطرح خواهم کرد در طول این گفتگو. اول برای ما توضیح بدین که رادیو ایران زمین کارش رو از کی شروع کرده و این رادیو چه نوع واکنشی نسبت بهش نشون داده شده در جامعه استکهلم؟ دقیقا اول مارس سال 2007 بودش که رادیو ایران زمین کار خودش رو شروع کرد و از ابتدای کار، چون که ما در واقع روی موج رادیویی که برنامه‌مون رو شروع کردیم درست همون ساعت‌هاش متعلق به یه رادیویی بود به اسم رادیو سلام که متعلق به رژیم آخوندی بود، و چون ما موفق شدیم که بخشی از ساعت اون رو در ابتدا بگیریم و بعد هم تمامی اون رادیو به دلایل نقاط ضعفی که در مجموع به هر صورت طرفداری مستقیم از رژیم در خارج کشور برای هر کسی میتونه داشته باشه، منظورم اینه که خب به هر صورت نفری که مستقیم بخواد بیاد از رژیم دفاع بکنه کاملا در ملای ایرانی ایزوله میشه، اینها بساطشون رو جمع کردند و رفتند و این باعث شدش که ایرانیانی که در این شهر بودن از ابتدا به خاطر اینکه ما به این شکل وارد فضای کار رادیویی شدیم بسیار بسیار تا جایی که لااقل من در جریان هستم خوشحال شدند. و بعدش هم که به صورت چون هدف ما همیشه افشای جنایات رژیم بوده، افشای ماهیت رژیم بوده در زمینه‌های مختلف و متقابلا معرفی مقاومت ایران به عنوان یک رادیوی هوادار، دیگه تا جایی که لااقل من در جریان هستم مورد استقبال قرار گرفته در مجموع. ولی خب خوبه که جواب این سوال رو راستش بخواین خود ایرانیان مقیم استکهلم بدن. امیدوارم بشن از صداتون رو و حداقل نظرات خودشون رو در فیسبوک شما بگذارن. امیدواریم. آقای ملک، اینا زمین در طول چه ساعتی پخش میشه و چه روزهایی گفتیم که در شهر استکهلم هست و همینطور بگین که شامل چه نوع برنامه هایی هست؟ بله، ما از روز دوشنبه تا جمعه یعنی 5 روز هفته رو از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 ظهر برنامه پخش میکنیم که 3 ساعت خب به هر صورت کاری هستش که به صورت مستقیم برنامه اجرا میشه. زنده منظورتون؟ برنامه هامون خب تو در واقع تلفیقی از کارهای سیاسی، فرهنگی و موزیکایی که به خصوص در راستای
فرهنگ غنی میهنمون هستش در راستای تعمیق مبارزات بر علیه رژیم ضد بشری آخوندی هستش. موسیقی ملی میهنی و از نقاط مختلف ایران رو پخش میکنیم. قسمت بعدی در واقع برنامه های ما مصاحباتی هستش که با شخصیت های مختلف قرار میدیم که این هم در واقع از اهمیت بسیار بالایی هم برای خودمون و هم برای شنوندگان در واقع مطرح هستش، براشون مهم هستش که این مصاحبه ها صورت بگیره. من تا جایی که خودم در ظرف این سالیان در استکهلم زندگی کردم، از موقعی که به طور مشخص ایران زمین اومده و این شیوه کار در واقع نیمه حرفه‌ای رو، یعنی سوالاتی که به افراد از جانب شنوندگان و همیهنانمون هستش مستقیم از جانب خود شخصیت‌های دست اندرکار و مسئول مقاومت پاسخ داده شده و من فکر می‌کنم که تمام سوال‌ها و شیطان سازی که دشمن از مقاومت کرده بود، فکر میکنم ما تونستیم بخشی از اونها رو در واقع خونسا بکنیم. 3 ساعت در روز، 5 روز در هفته برنامه‌تون هم که همه میگن زنده هست، باید خیلی کار سخت و وقتگیر و بسیار پرهزینه باشه. آقای ملک اجازه بدین بریم سر اصل مطلب که ایران زمین چگونه تأمین مالی میشه؟ بله، سوال بسیار جالبی هستش و به هر صورت ظرف این سالیان، البته هر موقع که دوستانی که در کمیته رادیو هستند اجازه بدن، ما تمام کمک‌هایی که دریافت کردیم و زمینه‌هایی که هم هزینه شده رو میتونیم به خدمت همیهنانمون تقدیم کنیم، ولی اساساً توسط ایرانیان آزادیخواه این رادیو حمایت شده و راستش رو بخواین من باید همینجا از فرصت استفاده بکنم و از احساس مسئولیتی که میکنند و هزینه‌های ما رو در واقع جبران میکنند، کمک میکنند، باید ازشون تشکر کنم. اساساً به این شیوه بوده. بله، به خصوص با توجه به اینکه در خارج کشور امکانات بسیار محدود هست برای انجام چنین کاری. براتون آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که کاراتون همینطور جالب پیش بره. آقای ملک، آیا شما تبلیغ هم قبول میکنید برای برنامهاتون، بین برنامهاتون؟ نه خیر، ما روی این شیوه کار نمی کنیم. به دلایل مشخصی هم این کار انجام نمیدیم، به خاطر اینکه به هر صورت یک رادیویی هستش که محتوای کارش در رابطه با مبارزه با رژیم هست و کار تبلیغاتی یه مقداری با این مسئله همخونی نداره، ولی جدایی از اونم به هر صورت در رابطه با استکهلم تبلیغات قسمت عمدش بستگی به این داره که شما میبایست حتما برای شرکت های هواپیمایی که به ایران رفت و آمد میکنن ایرانه ای رو از این قبیل تبلیغ بکنی تا بتونی تبلیغات دیگر رو بگیری، که ما به هیچ عنوان یک چنین مرزی رو هیچ وقت زیر پا نخواهیم گذاشت و تبلیغ برای ایران رفتن نخواهیم کرد. به همین دلیل ممکنه که از نون سفره‌های خودمون بزنیم، ولی از این شیوه برای استفاده از حل مسائل مالی استفاده به هیچ عنوان نخواهیم کرد. آقای ملک، چند نفر توی ایران زمین کار میکنن؟ ما در قسمت اجرای برنامه 3 نفر هستیم. خانم محشید هستش، دوست عزیزم علی پویا هستش و فرزان که در واقع یه سری کارهای مربوط به اخبار سوئد رو از بیرون تهیه میکنه برامون میفرسته. 3 تن از دوستانم هستن که در واقع تو کمیته مالی هستن. دوستان دیگری هم هستن که به صورت در واقع گهگاهی برای ما برنامه تولید میکنن، کارهای هنری مختلف، اشعاری که می سرایند. یکی از دوستان به اسم امیر کارگر که احیانا ممکنه بشناسید، بسیار بسیار به لحاظ هنری آدم توانمندی هستش و به این شکل با این جمع در واقع کار رو ما به پیش میبریم. انجام کارهای گروهی اما آقای ملک فکر میکنم خیلی سخت باشه با توجه به اینکه عقاید و نظرات و سلیقه‌های شخصی متفاوتی وجود داره. یکم روک میپرسم، چجوری با هم کنار میان شما؟ راستشو بخواید بدون تعارفش، من فکر میکنم اتفاقا شیرین ترین قسمتش همین قسمتی هستش که ما به صورت جمع کار میکنیم. خب از قدیم الایام، من شاید الان بگم نزدیک به هلوش 30 ساله با این بوم آمد، از بعد از انقلاب 57 در واقع آشنا هستم و خب همیشه با این شیوه کار کردیم. اتفاقا راستشو بخواین، چون که هر کسی به هر میزانی که بخواد داخل میشه و انرژی میذاره، بعدم خب همه نفرات نظر خودشونو میدن، اون نظری که اکثریت رو میاره
ما به اون شیوه کار میکنیم و میریم امتحان میکنیم، اگر که جواب مثبت داد که داد، اگر نداد دو مرتبه برمیگردیم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه شیوه دیگر در پیش میگیریم. راستشو بخواین خب در یه مواقعی همطور که شما اشاره کردین ممکنه سخت بشه، ولی به نظر من اتفاقا شیرینش همون قسمت هستش که آدم خب به خاطر احترام به نظر سایر دوستان نظرشون رو میپذیره و کارو انجام میده. چندین مورد هم راستشو بخواین ما تو این رابطه ها داشتیم که مثلا من معتقد بودم که میبایست برنامه رو به یک شیوه دیگری انجام دادش، دوستان گفتن که نه نباید اینجوری انجام داد، یا دوستان گفتن یه کاری رو انجام بدیم، ماها گفتیم که نه اینطوری نه، و خلاصه بر اساس نظر جمع، نظر اون کسی که حمایت بیشتر نفرات رو داشته کارا رو پیش بردیم. و راستش رو بخواید تا جایی که من به عنوان مسئول رادیو ایران زمین میتونم بگم، خود من احساس میکنم کار اینجوری خیلی راحت‌تر و بهتر پیش میره، یعنی وقتی کاری انجام میشه همه نفرات با همه انگیزه و توانشون میان پشت کار انجام میدن و تجربه من بسیار بسیار مثبت بوده. حالا این افرادی که اونجا با شما همکاری میکنن آیا کارمند ایران زمین هستن، یعنی حقوق میگیرن، یا اینکه نه اونها خودشون هم هر کدومتون شغلای خودتون رو هم دارید؟ دقیقاً همینی که گفتید، ما در واقع کار رادیویی رو که خب 3 ساعت در واقع برنامه اجرای زنده هستش، ولی تقریباً همین میزان بعضی اوقات هم بیشتر 4 الی 5 ساعت وقت میبره که میواد برنامه ها رو آماده کرد، در طول روز باید دنبال مطالب مختلف بودش و و و نخیر. این در واقع به این شکل هستش که همه دوستان ما کار خودشون رو دارند، یعنی زندگیه که باید توی این جامعه داشت، رفت کار کرد و هزینه های زندگی رو در آورد دارن، و این کار صرفا و صرفا به صورت داوطلبانه انجام میشه. تقریبا از هر کدوم از این بچه ها به خصوص بچه هایی که تو قسمت تولید و اجرا هستند، من میدونم که هلوش 5-6 الی 7 ساعت از بچه ها وقت میگیر روزانه، ولی خب با انگیزه بسیار بالا راستشو بخواین این کار انجام میدن. که جا داره من مجددا همینجا از این فرصت استفاده کنم و از تک تکشون قدردانی کنم و امیدوارم که حمایتی که از برصورت همیهنانمون میگیریم فکر میکنم که بهترین جوابی باشه که در رابطه با این کارا میشه گرفت. آیا توی شهرتون رادیوی فارسی دیگه هم وجود داره یا شما تنها رادیو این شهر هستید؟ خانم غفاری باید خدمتتون عرض کنم در سوئد راستشو بخواین تعداد رادیوهایی که در مجموع اینجا هستش بسیار بسیار زیاده، چرا که به هر صورت قوانین سوئد اجازه میده هر کسی که انجمنی میزنه و مایل هست برنامه رادیویی پخش کنه بیاد روی موج‌های مختلف هستن برنامه پخش کنه. ملیت‌های مختلف، آمریکای لاتینی‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ما ایرانی‌ها، در واقع ملیت مختلف که از آفریقا میان اینجا برنامه هاشون رو تولید میکنن، پخش میکنن، که تا حدود بسیار بسیار زیادی هم مورد توجه در واقع ملیت‌های مختلفی که اینجا هستن قرار میگیره. در رابطه با ایرانی ها هم واقعیت اینه که رادیو بسیار بسیار مورد علاقه هموطنان ما در اینجا هستش. تا جایی که من میدونم در استکهلم من فکر میکنم یه چیزی در حدود 30-35 رادیوی ایرانی مختلف روی موج‌های مختلف پخش میکنند، همینطور در شهر گوتنبرگ و در شهر مالمو هم به همین میزان در واقع تا جایی که من میدونم هستند. بله. چقدر زیاد، مگه چقدر جمعیت داره این شهر شما آقای ملک؟ استکهلم، ایرانی که در استکهلم زندگی میکنه در حدود 35,000 نفر تخمین زده میشه. مجموع ایرانی که در سوئد هستش بر اساس آخرین آماری که من در جریانش هستم چیزی در حدود 80-90,000 نفره، ولی خب به خصوص بعد از قیام 88 تعداد بسیار زیادی از هموطنانمون اومدن که من اون رو نمیدونم راستش بخواین از اون زمان به بعد چقدر هستن، ولی در حال حاضر در استکهلم در حدود 35,000 نفر ایرانی هستش و همشون هم بسیار نسبت به رادیوهای مختلفی که هستش به هر صورت علاقه مندن، گوش میکنن. بله. توی وبسایت ایران زمین آقای ملک اشاره شده که ایران زمین صدای هواداران شورای ملی مقاومت هست. آیا اعلام این به صورت علنی هیچ وقت مشکلی برای رادیو به وجود نیورده؟ نه خیلی، راستشو بخواین اتفاقا قبل از اینکه ما این رو اعلان بکنیم خب به ما میگفتن که این صدا صدای مجاهدین هستش، رادیو مجاهد هستش و خب ما هم با سر بالا احتیاج نبودش که در واقع اینو بگن، خودمونم به طور مشخص اینجا نوشتیم که ماها چون طیف مختلفی هم هستیم، حالا یکم ممکنه هوادار مجاهدین باشه، یکی ممکنه هوادار
سازمان شرکای فدایی خلق که عضو شورای ملی مقاومت هستش و یا سازمان‌های دیگه که در درون شورا هستند باشه، ولی خب مجموع نفراتی که هستیم هواداران مقاومت ایران هستیم، هواداران شورای ملی مقاومت ایران هستیم. اساساً این رادیو رو برای همین که بتونیم، در ابتدای صحبتم من اشاره کردم جنبهش در واقع به افشای رژیم، ماهیت رژیم، جنایات رژیم در زمین‌های مختلف، در وهله دوم این که ما بتونیم آلترناتیو این رژیم ضد بشری رو در ابعاد برسای یک رادیوی محلی در داخل شهر استکهلم بتونیم معرفی کنیم، که من فکر میکنم تو این رابطه ما بسیار بسیار موفق هم بودیم. تا جایی هم که من میدونم خانم غفاری، فکر میکنم تنها رادیویی هستیم که در استکهلم لااقل که با اسم و محتوای کاملا مشخص، هیچ هم ابایی نداریم، سرمونم بالا میگیریم، باعث افتخارمونم هستش که هواداری میکنیم از شورای ملی مقاومت ایران. اشاره کردید به مصاحبه‌ای که انجام میگیره آقای ملک، این مصاحبه‌ها رو همزمان با پخشش میشه فقط گوش کرد یا جای دیگه هم میشه دوباره بهشون گوش کرد؟ ما مصاحبه‌ها رو در واقع مثلا به عنوان مثال دارم میگم، سال 2012 رو شما اگه به همین سایت رادیو ایران زمین مراجعه کنید در قسمت مصاحبه و گفتگو، بفرمایید آدرس سایتتون رو بفرمایید. بله، رادیو ایران زمین .com همینطور پشت سر هم نوشته میشه و در صورتی که به در واقع اون قسمت مصاحبه و گفتگو مراجعه کنید، تمام مصاحبه هایی که در طول سال 2012 صورت گرفته توی این قسمت هستش. برنامه های رادیو هم هفت روز آخرش، آخرین هفت روز رو در واقع توی آرشیو همین برنامه در واقع رادیو تو همین سایت داریم، برای همیهنانی که مایل هستن هفت روز گذشته رو احیانا یک روزش رو برن و گوش بکنن، ولی خب مصاحبه ها توی اون قسمت هستش که بسیار مورد توجه دوستانم قرار میگیره. من اتفاقا اجازه بدین اینجا یک موردی رو اشاره بکنم. بعد از آشنایی با خود شما و رادیو ایراوا از طریق فیسبوک دیدم که در واقع مصاحبه که شما میکنین چقدر برد داره، که از اون به بعد در واقع تصمیم گرفتیم که مصاحبه ها رو به طور مشخص روی فیسبوک هم بذاریم، که همیهنانی که علاقه مندن در صورتی که به فیسبوک رادیو ایران زمین مراجعه بکنن به این مصاحبه ها اونجا هم میتونن دسترسی پیدا کنن. گفتیم که رادیو ایران زمین صدای هواداران شورای ملی مقاومت هست. میخواستم بپرسم آیا شما فقط با اعضای شورا مصاحبه دارید یا خارج از شورا هم با کسان دیگر مصاحبه میکنید؟ متاسفانه قسمت اعظمش در واقع راستش رو بخواید شاید بگم که بله، بیشتر دوستان شورایی بودند. البته خب بسیار بسیار ممایل هستیم که این توازن رو برقرار کنیم، از شخصیت‌های ملی و میهنی دیگه‌مون هم در این رابطه دعوت کنیم و باشون مصاحبه انجام بدیم، ولی خوشبختانه آخرین مصاحبه‌ای که ما داشتیم با آقای شهریار دادور که شاعر مبارز و آزادی‌خواهی هستند که در همین شهر استکهلم هم زندگی می‌کنند و احتمالاً حتما می‌شناسیدشون، سراینده در واقع شاعر بسیار زیبا و مشهوری هستند که رویش ناگزیر، بله رویش ناگزیر در واقع که از آخرین کاراشون، در واقع آخرین کاراشون که نبوده، ولی کاری هستش که خیلی از خواننده ها اونو انجام دادن. ما با ایشون اخیراً مصاحبه داشتیم که نقطه نظرات خودشون رو به خوبی بیان کردن به نظر من و از مردم هم خواستن که میبایست در کنار همدیگه ایستاد علی‌رغم هر نقطه نظری هم که داریم. آقای حسن دایی هم آخرین نفری بودن که در رابطه با شبکه لابی رژیم و سیاست سازش و مماشات با رژیم اخیراً با ایشون گفتگوی داشتیم که اونم رو فیسبوک قرار دادیم و در خود سایت رادیو ایران زمین هم هستش و دوستان دیگری هم که مایل باشند و ما بتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم، حتما در راستای مبارزه با رژیم من فکر می‌کنم که هر چقدر گسترده تر بریم شاید موفق تر بشیم. و از طریق همون وبسایت و فیسبوک میتونن با شما تماس بگیرن دیگه نه؟ بله، از طریق ایمیل رادیو، ایمیل رادیو هم در واقع اگه به اونجا مراجعه کنند همه شماره تلفن‌های رادیو و ایمیل رادیو هستش، شماره تلفن دستی خود من هم هستش، اگر که اجازه بدیم من میتونم اعلام بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، شماره 2046 که در واقع کد سوئد هستش و 707-285-281 شماره موبایل من هست. هر دوستی که مایل باشه از هر جای دنیا با ما تماس بگیره بسیار بسیار استقبال میکنیم و خوشحال میشیم. شما با محمد ملک فامیل نیستین توی اشرف؟ متاسفانه نه، خیلی دوست داشتم باشم. خیلی هم از صداش و شیوه کارش را تشوخه خیلی خوشم میاد.
آقای ملک، از اینکه وقتتون رو در اختیارم گذاشتید تشکر میکنم و برای شما و رادیو ایران زمین آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون خانم غفاری و من از شما واقعا تشکر میکنم، از زحماتی که میکشید قدردانی میکنم و به خاطر همین مصاحبه هم که به هر صورت انجام میدید تا در واقع شنوندگان در جریان کار ما هم قرار بگیرند، بسیار بسیار از شما ممنونم و برای شما رادیو ایراوا و هم میهنانمون در اتاوا آرزوی موفقیت میکنم. روزتون خوش. خیلی ممنون، خداحافظ شما. گفتگوی رادیو ایراوا رو شنیدید با آقای وحید ملک از رادیو ایران زمین در استکهلم که چند هفته پیش من با ایشون صحبتی داشتم و این مصاحبه رو امروز براتون پخش کردم. میتونید به وبسایت www.radioiranzamin.com تشریف ببرید و اونجا اطلاعات بیشتر رو از این سایت بگیرید و بیشتر با این رادیو در استکهلم آشنا بشید. برای ترانه‌ای که بعد از این مصاحبه قرار پخش بکنیم من تصمیم گرفتم که پیشنهاد خود آقای ملک رو به کار ببرم و ترانه رویش ناگزیر، شعر از آقای شهریار دادور هست و خواننده خانم مرجان، براتون پخش میکنم. سبز و خوش رنگ و برومندم، ببین پربرگ و پرشاخ و تنومندم، اگرچه زخمی از کینه خبر دارم، ولی کم ریشه در آرادم، چون اینم من شکوه مندم. مستانه در گذر باشد با صبح روشن پرترانه، چه می کنی؟ چه می کنی؟ گیرم که می زنی، گیرم که می بری، بارویش ناگذیر جوانه چه می کنی؟
This is it. You're planning your next big night out. Want to go out dancing? Want to see a great live music show? Do you want to meet up with friends, have a drink, and share in a little piece of local history? Believe it or not, there's a great venue where you can do all these things, and it's right on your front doorstep. Le Petit Chicago at 50 Promenade du Portage has it all. Best way to find out about Latin night, live music, and all the other great events that go down in this classic meeting place, PetitChicago.ca. Come, check out the monthly calendar at PetitChicago.ca. Petit Chicago has something for the music lover and everyone. دوستان شنونده، همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، روز 30 خرداد برابر هست با سال روز شهادت ندا آقا سلطان و کلن مصادف هست با سالگرد قیام مردم در سال 1388 که هرچند به دلیل اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری بود که مردم بلند شدند و قیام کردند، اما خیلی سریع به یک حرکت اعتراضی ضد حکومتی تبدیل شد و حقیقتاً در برابر کل نظام مردم قد بلند کردند و سر برافراشتند و در این راه حقیقتاً کم ندادند. هزاران نفر هنوز که هنوز در زندان‌های رژیم به سر می‌برند، در سیاه‌چال‌های مختلف رژیم، و بعد از اون ماجرا ما ماجراهای زندان کهریزک رو داشتیم که جوانان ما با چه مشکلات و چه پدیده‌هایی واقعاً ملموس آشنا شدند. و برای کسانی که خاطراتی از زمان دوران سالهای 60, 61, 67 دارند، این خاطرات حقیقتاً به تلخی زنده شد و یادآور دورانی بسیار بسیار سیاه در تاریخ معاصر کشور ما بود. براتون ترانه انتخاب کردم به نام زمستون سر اومد. خبر اومد که زمستون سر اومد. ببخشین اسم این ترانه رو یادم رفت، سر اومد زمستون فکر میکنم بود اسمش، خبر اومد که به هر حال براتون پخش میکنم این ترانه رو. و در ضمن برای شنیدن مصاحبه های ایراوا لطفاً میتونید به وبسایت radioirawa.com هم مراجعه بفرمایید و مصاحبه ها رو بشنوید. و بخش های دیگری هم در این سایت وجود داره که بخشش مختص و ویژه سالنمای تاریخ هست، اگر که دوست داشته باشید میتونید اونها رو هم ببینید و استفاده بکنید. پس من این ترانه رو براتون پخش میکنم و تا چند لحظه دیگه بخش انگلیسی ایراوا رو، چند دقیقه دیگه بخش انگلیسی ایراوا رو آغاز میکنیم. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با ما بودید، با ما همراه باشید و ما رو همراهی کنید در بخش انگلیسی ایراوا. خبر اومد زمستون داره میمیره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خاک داره قشنگ ترین گلامی میره، داره قشنگ ترین گلامی میره. خبر اومد که مردم تو خیابون، تموم عاشقا جمعن تو میدون. خبر اومد ندا غلطیده در خون، نظاره جون بده آزادی آسون، نظاره جون بده آزادی آسون. خبر اومد که سینش سرخ خرداد، تموم شهر پر از آتیش و فریاد. خبر اومد که خون شد قلب سهراب، ترانه رو سوزونده دست بیداد. به باره
شب تو کاشقا رو میبندن برگ با جواب حق ما سر با گلون است ولی جنگل نمیمیره خبردار سون داره میگیره سکوت از شهر تیره پر میگیره نگاه کن پای آزادی این خواب داره قشنگ ترین گلابی میره داره قشنگ ترین گلابی میره خبر اومد که مردم تو خیابون تموم عاشقا جمعن تو میدون خبر اومد ندا غلطیده در خون نظر جون بده آزادی آسون نظر جون بده آزادی آسون doing man everyone's waiting there's a gap here you missed it again merge you know it's easier when a professional teaches you how to drive Jocelyn Driving School centrally located at 487 Rideau Street has 21 years of experience is recognized by the Ontario Ministry of Transportation and provides certification that's recognized by insurance companies but more than that at Jocelyn Driving School you can learn at your own pace you'll learn how to drive safely and set your own schedule for all your in-car lessons call 613-789-7878 to register at Jocelyn Driving they guarantee satisfaction their fees are unbeatable and best of all they're professionals that's 613-789-7878 Good afternoon and welcome to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM. My name is Nargis and today is Sunday, June 10, 2012 and here is the news. Iranian regime hanged three Afghan prisoners. Freedom Messenger June 5 reported that according to local authorities in western Nimruz province, the dead bodies of three Afghans who were hanged in Iran were handed over to their families. The officials further added the individuals who were hanged in Iran were residents of northeastern Tahar province. Officials also said the two individuals were around 25 years old, while the third one was around 36 years old and were hanged in connection to drug smuggling charges. The exact number of Afghans jailed in Iran is not known, yet a number of the Afghans have been hanged over criminal and drug smuggling charges in this country during the recent years. In the meantime, there have been growing concerns regarding the trial of the Afghan prisoners in Iran. Rights observers are saying that the Afghan prisoners have limited access to judges and there is not transparency regarding the prisoners' cases. Thousands of Afghan civilians last year demonstrated in various cities of Afghanistan against the execution of the Afghan prisoners in Iran. According to Harana News website, the security forces in Iran closed down an Iranian church in the Jannatabad region in Tehran on Tuesday. The measure is in line with rising pressure by the Iranian regime on the Iranian Christian minority throughout the country.
Iranian Christian sources said that the Jannat Abad Church was closed down following orders from the Iranian Revolutionary Guards intelligence. Iranian clerical rulers are facing growing number of young Iranians who convert to Christianity. This is despite the regime's spending of substantial amount of money on yearly basis to expand its version of Islamic rule throughout the Middle East region. Iranian Christian sources say the closing of the church may be a start for closing other churches in Iran. The church was operating under official license when the pastor Robert Gag Tape was ordered to stop operation. The church served the Iranian Assyrian community in Tehran, who are mostly Catholic. The Iranian regime is exerting more pressures on the Iranian Christians, and especially those who have converted to Christianity from Islam, considering the act to be an act of apostasy, qualifies such a person to receive the death sentence. There are reports that people carrying Bibles in Iran are harassed and arrested by authorities, and their Bibles are confiscated. Many churchgoers in Iran are expressing concerns about being watched by undercover agents during prayer ceremonies in their churches. Church officials are under constant pressure by the authorities to prevent any Farsi-speaking people from attending ceremonies. This is the second time the Jannat Abad Church is being closed by the Iranian authorities. Iranian regime publicly hanged 5 men convicted of alleged drug trafficking in the southern city of Shiraz, naming them as Abbas Z, Arif A, Abul Qasim A, Farhang N, and Ali Akbar M, according to the governmental newspaper on Saturday. London-based Amnesty International said in its annual review of death sentences and executions worldwide published in March that Iran executed at least 360 people in 2011, three-quarters of them for drug offenses, up from at least 252 in 2010. Adultery, murder, rape, drug trafficking, apostasy, and armed robbery are all punishable by death under the Iran's Islamic Sharia law since the country's 1979 revolution. According to Guardian, human rights activists have raised serious concerns about the health of Hossein Ronaghi Maliki, an Iranian blogger on hunger strike in protest at his 15-year jail sentence and the authorities' refusal to grant him prison leave despite severe medical condition. Ronaghi Maliki, 27, was arrested in December 2009. He was picked up from his father's house in the city of Malekan, in Iran's province of East Azerbaijan, and taken to Tehran's notorious Evin prison, where he spent 376 days in solitary confinement. Maliki, who blogged under the nickname of Babak Khurramdin, was sentenced to 15 years in jail in 2010 on charges of spreading propaganda against the regime, membership of the internet group Iran Proxy, and insulting the Iranian supreme leader and the president, Mahmoud Ahmadinejad. According to the Committee for Human Rights reports in Iran, Maliki's expertise was in computer programming and setting up website aimed in circumventing online censorship and establishing ways to access blog addresses. Bloomberg Businessweek reported that the suggested involvement of Iran in ending Syria's political strife has pitted Russia against the U.S. as a United Nations peace plan unraveled with shots fired at observers of a UN-backed truce. With his ceasefire agreement in tatters, UN envoy Kofi Annan warned the General Assembly that more needs to be done to prevent Syria from sliding into civil war after two massacres less than 2 weeks apart. Bloomberg added he joined Russia in wanting Iran as a country with influence in Syria to assist efforts to seek a possible successor to President Bashar al-Assad. The initiative was immediately rejected by U.S. Secretary of State Hillary Clinton and at the UN. "I think Iran is part of the problem," U.S. Ambassador Susan Wright told reporters yesterday after a day of briefings on Syria. "There is no question that Iran is actively engaged in supporting the government in perpetuating violence on the ground." For news and more, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website.
شوین ما زنده می شوین ما از برای کشته شدن زنده می شوین ما کشته می شوین ما زنده می شوین ما از برای کشته شدن زنده می شوین The song you just heard was by Peyman, and the name of the song is Freedom. You know, these days is a reminder of the Iranian regime's brutality in 2009, how they attacked the demonstrators who at the beginning were opposed to the rigged election of 2009, the presidential election, but quickly turned into an anti-government demonstration and uprising. And we lost a lot of people on that year in 2009, and there are a lot of people from that time still in jail and still suffering and still going through a lot. So I played this song just to remind my listeners of what happened to Iran, and also to have a bit of solidarity with the people in Syria. Sorry, I get a little bit emotional. That's it for this week's edition of Radio Irava, and thank you very much for being with us on this Sunday afternoon. Please tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. on 89.1 FM, CHUO.FM or RadioIrava.com. Till next week, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. دندان ملتی روی جگر دندان ملتی روی جگر Demi
شویم، زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم، ما کشته می شویم، زنده می شویم، ما از برای کشته شدن زنده می شویم. زنده می شویم، چی